شاید بخوایم از هوش مصنوعی استفاده کنیم که اطلاعاتی که ما داریم رو استفاده کنه و به ما جواب بده یا به منظور خاصی ازش استفاده کنیم مثلا داده هایی که ما داریم داده های ریاضی یا اطلاعات پزشکی رو بگیره و بر اساس همون اطلاعات به ما بتونه جواب بده تو این قسمت که احتمالا یه کمی طولانی میشه تکنیک های مختلف اضافه کردن اطلاعات خودمون رو به هوش مصنوعی میبینیم یه چند تا تکنیک و میدونم که طولانی میشه میخوام این چند تا قسمت رو تموم کنم و سعی میکنم خیلی لازم نیست که کد بلد باشیم ولی نوشتن کد رو لازمه که بدونیم اول بریم یه فیلتر بذاریم که سپاهی و تروریست و ارزشی وارد این ویدیو نشه این بار قهرمان کشور بود یا بچه که من با دست رو بزرگ کردم به خدا غذا می کنیم این بچه ها مقامه بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نداریم بابا دیگه نمی کشم از ذر پر بغز گلوم بابا اگه رفتم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزاد آمه آمه برای ساختن یک مدل زبانی بزرگ یا پری کردن یک LLM لارج لنگویج مدل یک همچین کامپیوتری شما احتیاج دارید یک همچین فضایی هزار تا کارت گرافیکی 800 مال شرکت انویدیا 416 در روز فکر می‌کنم میشه ده هزار ساعت حداقل لازم هست یک دهم اطلاعاتی که تو کل اینترنت وجود داره به عنوان دیتا ست وارد بشه نه حدود 10 میلیون دلار خرج داره که چیزی مثل چت جی پی تی یا بارد ساخته بشه تو این روش هایی که الان وجود داره این دیتای خودمون رو ما پری ترین میکنیم و اضافه میکنیم برای همچین لارج لنگویج مدلی توی این قسمت از فلکن استفاده میکنم یک لارج لنگویج مدل هست که ساخت کشور امارات متحده است برخلاف چت جی پی تی یا جی پی تی یا بارد اوپن سورس این به همه اطلاعات و به همه سورسش میشه دسترسی پیدا کرد به همه اون اعداد و اون فاصله های هر کلمه رو میشه درش دید از اون استفاده میکنم یک سری دیتا رو خودمون خیلی ساده البته ترین میکنیم و اضافه میکنیم به فلکن که برامون جواب بده و از اطلاعات ما استفاده کنه یکی از روش های اضافه کردن دیتا ها یا داده های شما به لارج لنگویج مدل این امبدینگ هست این تکنیک در واقع مثلا مثل اینه که شما مثلا بودجه سالیانه سالهای مختلف تمام دیتا ادبیات یک کشور نمیدونم تمام اطلاعات نمیدونم آماری مثلا یا تاریخ مثلا یک کشوری رو وارد هوش مصنوعی کنید و ترن کنید مدلتون رو این روش خرج داره البته خرجش مثلا در حد شاید 50 دلار یا 100 دلار برای مثلا اینکه کل شاهنامه رو وارد این این کنید و بتونه چت جی پی مثلا به با شاهنامه برای شما بگه چیزی بسازه که مدل مثلا فردوسی بتونه شعر بگه این روش اینجا یک مقاله لینکشو میذارم توی دیسکریپشن که اینجا اوپن ای آی توضیح داده که چجوری هست خیلی ساده هم توضیح داده استپ بای استپ شما توی تو, این قسمت میتونید ببینید تو این مقاله که چجوری میتونید ستاپ کنید داده های خودتون رو اضافه کنید به جی پی تی تری و شاید مثلا یک استفاده هاش اینجوریه که مثلا براتون بتونه یک نمودار اینجوری بسازه یا اطلاعاتی رو دسته بندی کنه این امبدینگ هست روش دیگه که من اینجا تو این ویدیو استفاده میکنم فاین تیونینگ بهش میگن فاین تیونینگ اینجوری میشه که یه تکنیکیه که یک رفتار برای مدل زبان بزرگ درست میکنه مثلا مثل اینکه بتونه شبیه یه نفر بنویسه یا مثلا شما دیتای کل شرکتتون رو میدین و یه چت درست میکنید که کسایی که مشتری هایی که میان بتونه به یک مدل مخصوصی که شما اون رو ترین میدین با یه لحن مخصوصی و با استفاده از یه سری دیتایی که شما وارد کردین بتونه جواب مشتری رو بده تو این برنامه همین فاین رو دو سه تا مثال میزنم همونجور که گفتم برنامه‌نویسی هست ولی لازم نیست که بتونی کد بنویسی هم که بتونی بخونی کافی هست براش برای فاین تیون کردن هم یه کمچین کامپیوتری احتیاج هست ده تا از اون کارت گرافیکی صد ساعت احتیاج هست و قیمتش هم حدود 5 تا ده هزار دلار میشه البته من اینجا از گوگل کلاب استفاده میکنم گوگل کلاب یه جایی که شما هم میتونید با جیمیلتون وارد شید گوگل به شما یک کامپیوتری میده با یک جی پی رایگان که بتونید فاینتیون کنید ال رو هاگین فیس این لینکی که اینجا نشون میدم و تو دیسکریپشن میذارم هم یک فضایی هست که شما میتونید اون لارج لنگویج مادر رو دانلود کنید و بگیرید ازش استفاده کنید یا این فاینتیون شده چیزی که دارید رو بعدا آپلود کنید مدلتون رو اینجا آپلود کنید که هم بتونن استفاده کنن همونجور که میبینید تو این لیدر بورد تو این بالا همین فلکن هست که ازش استفاده میکنم تو این ویدیو که یک فاین تیون LLM خیلی ساده رو با هم داشته باشیم دو تا ورژن داره فلکن یکی 180 بیلیون پارامتری هست که 7 بیلیون من از این ورژن کوچیکترش استفاده میکنم برای اینکه گوگل کلاب اون کامپیوتر رایگانی که به من میده جی پی اونقدی نیست که من بتونم کلی پری ترن کنم و اضافه کنم به این همشون یک جور کار میکنن شما روی هر کدوم از این لینک ها که کلیک کنید توی صفحه اون لارج لنگویج مدل میان راجع به اینکه کیا نوشتنش میخونید راجع اینکه چه استفاده هایی داره اینکه بتونید به صورت رایگان استفاده کنید یا نه و سمپل کدایی که اینجا هست و میتونید کپی کنید و میتونید همینجا ترین کنید بریم از همین فالکون مدل استفاده کنیم از 7 بیش که یک لارج لنگویج مدل رو فاین تیون کنیم برای ترین کردن همین لارج لنگویج مدل دو, جور دیتا میتونیم انتخاب کنیم یکی دیتا سیت پابلیک و عمومی هست و یکی پرایویت و خصوصی که همون دیتایی هست که شما دارین اگر بخواید پابلیک استفاده کنید مثلا یکی از همین سایت هایی که بشه دیتا ست های پابلیک رو دید کاگل هست تو این صفحه هم مدل های مختلف هست هم دیتا ست های مختلف روی این دیتاست اگر که کلیک کنید این بالا یک صفحه سرچی داره که میتونید دسته‌بندی کنید اون دیتا ست های مختلف ببینید میلیون ها دیتا ست داره نمیدونم اطلاعات اینشورنس مثلا اطلاعات نمیدونم چه عددهایی تو لاتری برنده شده دیگه مثلا چیزای دیگه اینی که مثلا حقوق چه جوریه لاجب بیت کوین بایننس چه اطلاعاتی داره همه این دیتا ست ها رو میتونید با یک سرچ ساده پیدا کنید من اونی که برای این قسمت انتخاب کردم همین دیویستا مووی یا فیلم های برتر 2023 هست هر کدوم از این دیتا سیت ها رو که کلیک کنیم تو این وبسایت اطلاعات کام کامل رو راجبش میبینیم این بالا همین سفر رو پایین که بیایم اون دیتا ست رو میبینیم این یه دیتا سیت خیلی ساده است دیویسا رو داره مثلا فیلم باربی الان اول شده اینقدر درآمدش بوده مال این شرکت بوده نمیدونم گاردینز آف گلکسی تری چهارم هست الان با یک همچین درآمدی و محصول یک همچین شرکتی هست من این رو استفاده میکنم یکی از مثال هایی که برای ترین کردن لارج لنگویج مدل فلکون میزنیم خود فلکون فکر کنم اطلاعات 2021 رو داشته باشه ما این رو وارد میکنیم که ببینیم چجوری از دیت های ما استفاده کنه و میتونیم از همین وبسایت هاگین فیس هم استفاده کنیم که الان خیلی بین طرفدارای هوش مصنوعی معروف هست اینجا دیتا ست های مختلفی داره مثل همون کاگلی که دیدیم همینجا هم اینو بگم توی هاگین فیس وقتی روی این مادلز کلیک میکنیم و مدل های مختلف ما حالا از کن استفاده میخوایم بکنیم برای شما میتونید از مدل های مختلفی استفاده کنید اینجا سمت چپش مثلا میگه مدلی که من میخوام استفاده کنم میخوام تکست تو ویدیو باشه من این تکستی بنویسم تو یک ویدیویی برام بساز یا کوشن انسر باشه یا مثلا من میخوام یه ای آی بسازم که متخصص سامرایز کردن و خلاصه کردن باشه یا زیرو شات مثلا کار کرده باشه که دیدیم این مدل های مختلفی میشه استفاده کرد این بالا هم اگر تو دیتا ست بزنید مثل کاگل دیتا ست های مختلفی داره اینجا یه خورده دیتا ست هاش تخصصی تر هست مثلا دیتا ست های مربوط به دستبندی عکس مثلا تصویر دیتا ست مخصوص تکست تو ایمیج یا تکست تو ویدیو اینا چیزایی هست که میشه ازش استفاده کنیم من فکر کردم که تو این ویدیو از سه تا دیتا سیت استفاده کنم یکی همین تاپ 200 موویزی هست که دیدیم روی این دکمه کلیک کنید فایلش رو دانلود میکنه یک همچین فایلی بهتون میده که خیلی مرتب هست مثلا هر فیلمی چقدر درآمد داره و محصول چه شرکتی هست و تصمیم گرفتم از کتاب دایجان ناپل اون اثر ایرج پزیساد ای من یک روز گرم تابستان دقیقا یک سیده مرداد استفاده کنم که البته اینجا فقط صد خط از اون کتاب رو نوشتم و خیلی دیتاست خوبی نیست در زن فلکون هم فارسی خوب نمیدونه احتمال اینکه خیلی جواب خوبی ازش بگیریم نیست ولی اگر شما استفاده کردید از یک دیتاست فارسی بعد وقت بذارین این دیتا ست رو خوب درست کنید اگه جواب گرفتیم به من هم بگین و سومی هم از لیوناردو ای آی یک دیتا ستی رو درست میکنیم که بتونه با یک کلمه برای ما پرامت های پیچیده تری رو درست کنه البته در آخر این ویدیو یک وبسایتی رو معرفی میکنم که در واقع همین کار رو میکنیم یک کلمه یا دو سه کلمه مینویسیم برای ما میتونه پرامت های لیوناردو ای آی یا میجرنی خیلی پیچیده در رو درست کنه حالا که دیتا خودمون رو درست کردیم میتونیم که یک برنامه بنویسیم که بتونه با این دیتاست رو به یک لارج لنگویج مدل اضافه کنه یکی از این راهها استفاده از همین گوگل کلاب هست کلاب داد گوگل این دکمه اوپن کلاب رو میزنید با جیمیل خودتون وارد میشید رایگان هست گوگل به شما شرکت گوگل بهتون یک کامپیوتری به صورت رایگان میده که بتونید برنامه بنویسید دیگه همچین فضایی همچین صفحه رو اول میبینید توی گوشه سمت راستی اگر دکمه کانک رو دیدید بزنید بهتون یه کامپیوتر تخصص میده اول اون چیزی که بهتون میده فقط یک رم داره و دیسک و سی پیو و جی پیو ای نداره که شما بتونید لارج لنگویج مادر رو استفاده کنید حتما لازم هست توی این فایل اگر که نیو نوتبوک رو بزنیم به یک فضای این چنینی وارد میشیم اول میتونید اسم اون نوتبوک رو مثلا بذارید نمیدونم ترین مای لارج لنگویج مادر مثلا یه همچین چیزی تو این فضا هم اینجا کد های خودتون رو میتونید بنویسین یا از جای دیگه کپی کنید یا روی این تکست بزنید مثلا من میتونم وسطش تکست بزنم بگم من اینجا میخوام دیتا رو لود کنم بعد این کود رو بزنم اینجا کود رو بنویسم توی این ران تایم هم اگر کلیک کنید به این چنج ران تایم تایپ که بیاین میبینیم که هم میتونیم به زبان R یا پایتون 3 برنامه بنویسیم همونجور که گفتم اول به شما فقط یک کامپیوتر با CPU میده شما این T4 GPU4 ورژن رایگان گوگل کلاب هست این رو باید تغییر بدید و سیف کنید و اگر کامپیوتری اون ساعت اویلیبل باشه به شما تخصص میده اگه نه چند بار در روز امتحان کنید حتما یک کامپیوتری با GPU میگیرید اگر هم ورژن پولی باشه این دوتا آپشن رو دارین که GPU های بهتری هستن برای قیمتش هم همین سریع بگم که اگر خواستید که ورژن پولیش رو استفاده کنید یا میتونید ماهی 15 دلار بدین یا یه مثلا 15 دلار بدین 500 کامپیوت یونیت برای من مثلا یک هفته کار کرد چند تا لارج لنگویج مادر رو تونستم باهاش ترین کنم این اون صفحه نوت بو که من هست برای درست کردن این برنامه و ترین کردن این همینجور که گفتم شما لازم نیست که برنامه بلد باشین این لینک رو من میذارم تو دیسکریپشن شما به صورت رایگان کلیت میکنید وارد این میشین تمام این کود رو میبینید با همدیگه حالا مرحله به مرحله میریم ولی در واقع شما این دکمه پلی رو بغل هر کدوم از این کد که من اینجا نوشتم میبینید دونه دونه باید کلیک کنین دیتا رو با هم دیگه لود میکنیم دونه دونه این دکمه های پلی رو میزنیم و میریم جلو و میتونید برنامه رو اجرا کنید اگرم روی این لینک کلیک کردیم میتونید این نوت بوک رو برای خودتون سیف کنید و عوض کنید و تغییر بدید البته همینجا هم با استفاده از همین دکمه سیتینگ میتونم رنگ رو عوض کنم فهم کنم شاید این کیفیت ویدیوش کمی بهتر بشه که من اینجا دارک انتخاب کنم امیدوارم که بهتر دیده بشه کتاب با جوری که گفتم وارد اون لینکی که دادم بهتون میشین قبل خب از اینکه دونه دونه بریم این سل رو دونه دونه این دکمه ران رو بزنیم دونه دونه اجرا کنیم از سمت راستی چند تا کار رو انجام بدیم یکی که از سمت راست صفحه روی این دکمه اگر کلیک کنین بهتون میگه که اینجا کامپیوترتون جی پیو داره یا نه یعنی. همونجوری که میبینید به من 13 گیگابایت رم داده به صورت رایگان حدود 100 گیگابایت دیسک و جی پی یو رم همون تیفوری که با هم دیدیم این مهم هست که این رو اول چک کنیم ببینیم که این کامپیوتر که به ما داده اصلا میتونه ران کنه یا نه چیز دوم قسمت دوم که باید انجام بدیم قبل از اجرا بعد یک چند تا چیز رو حاضر کنیم یکی همون فایل دیتا ستمون هست که میخوایم وارد کنیم به سیستم روی این چند تا دکمه اینجا اگر کلیک کنیم اینجا همه فولدرهای این برنامه رو میبینید خود به خود یه دونه سمپل دیتا بهتون میده هر وقت وارد این لینک میشید این سمپل دیتا رو پاک میکنه اینا رو که اینجا میبینید براتون میذاره از طریق این دکمه اون دیتا ست خودتون رو آپلود میکنید اون همون فایل مووی رو آپلود کنیم با هم وقتی فایل رو رود, رود کنین یه همچین وارنینگی میگیرین این رو اوکی بزنین این فایل رو میبرم توی همین فولدر سمپل دیتا این رو بعدا استفاده میکنیم وقتی که میخوایم این کد رو اجرا کنیم کار دیگه ای هم که باید بکنیم این که توی همین هاگین فیس توی این حساب خودتون اگه برین یک نیو مدل با یک نیو کیز باید بسازیم اولین کیز رو بگم که توی همون پروفایل خودتون که وارد میشین میتونید از طریق همین توی این ستینگ کلیک میکنین تو پروفایل خودتون توی هاگین فیس و اینجا نوشته که تو اکسس توکن روی اکسس توکن که کلیک میکنید یک توکن جدید میسازید اون عددی که بهتون میده اون کلیدی که میده رو یک جایی سیف کنید این رو لازم داریم برای اجرای برنامهمون. از طریق همین پروفایل خودتون هم اینجا میایم و یه دیتا ست میسازیم این نیو دیتا سیت رو که میزنید اون اسم اون دیتا سیتی که میخواین میدیم مثلا ما میخوایم بزنیم مثلا مووی LLM یا همچین چیزی رو میدیم این لایسنس رایگان هم هست که انتخاب میکنیم میتونیم بگیم پابلیک باشه یا پرایوت هم پابلیک بذاریم که بقیه هم اگر که استفاده کنن اگر که خوب کار کرد این کرییت دیتا ست رو میزنید و یک دیتا ست برای خودتون میسازید اینا رو لازم داریم برای اینکه بتونیم این برنامهمون رو اجرا کنیم توی قسمت اول این برنامه هم همین این کلید اینجا رو میزنیم این چند تا لایبرری رو خیلی کوتاه توضیح میدم این تا لوچه اکسلریتر یک لایبرری هست که باعث میشه CPU GPU رو با هم بتونه استفاده کنه این سرعت رو بیشتر میکنه و بهتر برنامه رو اجرا میکنه کیولورای لایبرری اینجا استفاده کردم این باعث میشه که فقط دیتای شما رو ترین کنه و اضافه کنه دیگه نخواد کل اون لارج لنگویج مادر رو دانلود کنه من این پلی رو که میزنم این همینجا دونه دونه همه این لایبرری هایی که میخواد رو اینستال میکنه تو مرحله بعدی که اینجا نوشتم وارد کردن یا ایمپورت کردن اوناست اینجا هم همین میتونم این این کلید ران رو بزنم این اجرا نمیکنه تا وقتی اون بالای اجرا نشه خط و های بعدی اجرا نمیشه این ویت میشه توی کیو این الان که که یک دکمه سبز اینجا زده و این قسمت اول برنامه رو اجرا کرده و همه اون فایل ها رو اجرا کرده حالا قسمت دوم رو تیک زده این ایمپورت شده چیزایی که اینجا ایمپورت شده همین ستینگ های کیولورا و ترانسفورمر و تورش یه سری لایبرری ان یعنی اینا لازمه برای فاین تیون کردن حالا اگه دیدم خیلی طرف داره من راجع به این لایبرری ها خیلی خیلی میشه حرف زد مثل این بیت زن بایتس و اینا همه کانفیگوریشن های مختلفه با کامپیوتری که ساخته بودم البته فارسی نداشتم اینجا فینگلیش نوشتم یه تکسی رو براتون تو این مرحله حالا که اینستال کردیم همه لایبرری رو و واردش کردیم یه کدی نوشتم اینجا این رو اگر اجرا کنید در واقع فقط یه تسته این بهتون فقط میگه که شما جی پیو دارید یا نه اگر که اینجا ایرور گرفتین دوباره بعد از همون سمت چپ صفحه باید حتما بدونیم اون کامپیوتری که ما داریم جی پیو داره یا نه اگر اینجا ایراد گرفت ازتون از بالای همین منو اول این صفحه که بیاین میتونین اون فایل کنسل رو بزنین از اون بالا و اینجا مثلا این رو باز میکنیم توی ران تایم اینجا دوباره ریستارت میزنیم ران تایم یا دیسکانکت میکنیم دوباره کلید کانکت رو بزنید که یه کامپیوتر بگیرید که جی پیو داشته باشه چون خیلی میلیون ها آدم از این استفاده میکنن بیشترشون هم دانشجو هستن گرفتن جی پی یو بعضی موقع خیلی کار آسونی نیست حالا که من این رو اجرا کردم به همون میگه این مشخصات اون کارت انویدیایی هست که برای ما تخصص داده اینجا یک دستوری هست به اسم نوتبوک لاگین این رو که من بزنم از شما اون کلید هاگین فیس رو میخواد اینجا اون توکن خودتون رو وارد کنین و این کلید لاگین رو بزنین و اینجوری هست که من تو همه هاگین فیس اکسس توکن این دکمه اینجا رو اگه بزنم کپی میکنه برمیگردم توی کد خودم اینجا اون توکن رو پیست میکنم و این دکمه لاگین رو میزنم و همینجور که میبینید این پیغام میده که اینجا ساکسسفولی این کلید سیکور سیف شده اینجوری دیگه کسی کلید شما رو هم نمیبینه و دسترسی ندارم تو مرحله بعدی من فالکون LLM رو آپلود میکنیم و توکنایزش میکنیم این آدرسی که میبینید اینجا من فقط همین تیکه اصلی اون LLM رو نوشتم دلیلش هم اینه که این هاگین فیس و گوگل کلاب به هم وصل هستن من اگه توی هاگین فیس حتی این رو من سرچ کنم همین بالا اون آدرسی که دیدین این اون LLMی ای هست که ما قرار انتخاب کنیم فالکون 7B این هم اطلاعات اون LLM هست من دیگه آدرس لازم نیست بنویسم من همینجا اون LLM که میخوام رو میتونم کپی کنم و توی کدم استفاده کنم توی بخواین LLM دیگه استفاده کنین نوشتن برنامه متفاوت خواهد بود یعنی این که من اینجا نوشتم فقط برای این لارج Language مدل هست هر کدوم از لارج Language مدل های دیگه هم همونجا کدش هست که چجوری میشه کانفیگش کرد حالا که این مدل نیم رو انتخاب کردیم اینجا کانفیگوریشنش رو ست میکنیم با همون بیت سن باید که بهشون میگیم که مثلا از این تورچ لایبرری رو تورچ استفاده کنن خلاصه میگم اینا رو و از این کازال ال این یک روشی هست که راحت ترین هست ال رو خیلی کم ترین میکنه این خیلی البته دقیق نمیشه ولی خب سرعتش از زیاد هست این توکنایزره یک چیزی هست که بهش میگن EOS توکن این رو ما باید اجرا کنیم که مدلمون رو در واقع لود کنه برامون من این رو میزنم فکر میکنم که کمی طول میکشه نمیخوام طولانی بشه ولی شما همینجا میبینید که دونه دونه این لایبرری ها رو اینستال میکنه اگرم وارد همون لایبرری بشیم من اینجا این کود رو که بزنم فایل زن ورژنز میبینیم که این الان داره خط به خط این لارج لنگویج مدل اینا هستن هر کدوم دو گیگابایت هست یا 15 تا دو گیگابایتی تقریبا اطلاعات این لارج لنگویج مدل هست اینجا هم داره دونه دونه این 15 تا رو لود میکنه برامون که بره به قسمت بعدی اینجا پاز میزنم که طولانی نشه وقتی تموم شد برنامه رو ادامه بدیم خب کمی طول کشید که این لایبرری های این رو برامون آپلود کرد حالا تو این قسمت من نوشتم گریدینت دوباره همون ستینگ های کیولورا هست همونجوری که گفتم این کیولورا باعث میشه که خیلی آسون این از وقتی اومده خیلی استفاده از لارج لنگویج مادر زیادتر راحتتر شده چون با این ستینگ فقط دیتای خودتون رو ترین میکنه این عددا خیلی مهمه ریشیو هست 16 این مثل این که مثلا توی شما تو لیوناردو ای آی, آی تنظیم میکنین که چقدر مثلا حدس بزنه چقدر به پرامتتون نزدیک باشه این اینا همه اون ها هستن این کیجال ال ام هم همین همون که توضیح دادم این یکی از ساده ترین مدل هایی هست که شما میتونید یک لنگویج مدل رو لود کنید اینجا دوباره کلید این ران رو زدم یک تیکه سبزم هم همینجوری که میبینید داده یعنی این قسمت کاملا اجرا شده اینجا یه سری تست نوشتم گفتم که اول یه خورده تست کنیم ببینیم این لارج خودش چیکار میکنه مثلا من اگه ازش بپرسم وات یر گاردینز آف the Galaxy مثلا ریلیز شده همونطور که دیدیم تو این دیتا ستی که ما داشتیم من اگه کلیک کنم همینجا میتونم این سی اس رو لود کنم اگه دبل کلیک کنم یادمونه که گاردینز آف the Galaxy این ورژن سش تو سال 2023 به هر حال این فایل هست که لود شده من میخواستم از خود این لنگویج مادر اینجا بپرسم که چه سالی از این رو ببندم ای خود تصویر بهتر بشه این چند تا چیزی هست که شما باید وارد کنید به این ستینگ ها باعث هم تمپرچر هم همون که گفتم من حالا اگر شد تو همین ویدیو یه خود راجع به هیلوزنیشن یه مرز جنونی داره لارج لنگویج مادر که یه جای قاطی میکنه این عدد خیلی مهمه که چجوری ست بشه بین صفر و یک هست معلو فعلا صفر ممیز هفت رو میزنم باید با اینا وقت بذارین تمرین کنین مدل های مختلفش رو ببینین کدوم بهتر کار میکنه ولی این الان این دیکه که اجرا کرده که صفر ثانیه هم طول کشیده اینه که این هیومن اسیستنت میگه که هیومن یه همچین چیزی رو براتون وارد میکنه شما باید جوابشو بدید این قسمت رو حالا اجرا کنیم این قسمت این توکنایزره از اون توکن استفاده میکنه لارج لنگویج رو اجرا میکنه آتپوتش رو به ما نشون میده یعنی در واقع این سوال ما رو وارد لارج لنگویج میکنه که از همون یک جوابی مثلا بگیده و حالا همینجور که بینید این نوشته که همینجا میتونید ببینید در واقع هر سکشن رو که شما اجرا کنید اگر پرینتی باشه تو اون سکشن همینجا براتون می نویسه نوشته که چه سالی می نوشته 2019 که اصلا یه چیز اشتباهی هست این اصلا این مووی وجود نداشته احتمالا 2019 قسمت دومش بوده که این هنوز نمیدونه سومی هم وجود داره یا نه اینو گفتم فعلا یه تستی هم کرده باشیم تو این قسمت حالا باید این دیتا ست خودمون رو لود کنیم اینجوری هم هست که من اینجا دکمه راست رو میزنم این کاپی پس آدرس این فایل رو توی فایل های خودم نگه میدارم اینو من ببندم توی اینجا نوشتم که این سی اس رو لود کن اینجا هم آدرس حالا برای اینکه مطمئن بشم اینو چند وقت قبل اجرا کردم یه دور دیگه پیست رو میزنم که همون فایله باشه این رو که بزنم الان شروع میکنه فایل ما رو رود کردن اگه شما دیتا ست بزرگی داشته باشید خب حتما خیلی طول میکشه ولی اینجا یک ثانیه ای اون دیویز خط رو لود کرد و برد تو حافظه دوباره یه تست نوشتم میخواستم مطمئن بشم که این دیتا درست لود شده الان این فایل ما توی این متغیر دیتا هست بنابراین من اگه بزنم دیتا الان توش چیه بهم که میگه میگه که یک دیتا ستی هست که دیویست رو داره اینجا هم این, این کالوم ستون های مختلفش این هست. رنگ تایتل توتال گراس که چقدر پول بود چه سالی چه وقتی ریلیز شده و اون شرکت چیه و مثلا باسه تست بگم این خط اولش چی بوده تو اون دیتا میگه اینجوری و همینجور که میبینید این جیسون فرمت هست یعنی اون فایل سی, سی شما رو خونده و به این فرمت تبدیل کرده مرحله بعدی توکن هایست هست این قسمت هم خودتون میتونین درست کنید در واقع اینجا به لارج لنگویج مدل میگیم من میخوام برای تو اینجوری بنویسم اگر که کسی برات نوشت که چه سالی بعد این تایتل رو وارد میکنه که تایتل مووی ما هست ریلیز شده تو وقتی خواستی جواب بدی اون تایتل رو بنویس بعد بنویس که این ریلیس دیت از اون دیتا ست ما وردار این گروس ای که چقدر درآمدشه از این از اینجا وردار این فیلد توتال گروس رو اینجا هست این رو نشون بده بای این هم دیستربیوتر این اون شرکته این هم ولیو اون فیلد هست اینجوری پرامت رو درست کن و به این پرامت ها اینجوری جواب بده اینم کلیک کردم و لود کردم اینجا هم دوباره این رو میزنم که جنریت کنه این بر اساس اون توکنایزر این دیتاست ما رو الان توکنایز کرده دوباره بازم یه تستی زدم که بهتون نشون بدم که درسته که الان این این شکلی درست کرده مثلا خط نودومش این شکلی شده این اون چیزی هست که تمام این چند قسمت من توضیح دادم اون هم این که هر کدوم از اون دیتا هایی که ما وارد میکنیم وقتی ترین بشه یک لارج لنگویج مدل یک سری عدد ذخیره میکنه این عدد رو توی یک فضای بینهایت در بینهایت احتمال پیش بینی یا احتمال تکرار اون حرفها و اون حروف با حروف تمام دنیای فضای ان در ان رو در نظر بگیرین هرچی چی دقیق تر ترن کنین اینا خب تعداد خطای بیشتری داره هر چی هم که کمتر باشه ساده تر باشه احتمال درست حد زدنش کمتر میشه اینجا حالا برای فاین تیون کردن این قسمت رو اجرا میکنیم این دستور ترین هست این یه کمی طول میکشه من با روش کازین به روش فوربیت اینو رو ترین کردم اینا این همه این اطلاعات رو میتونید توی اون داکیومنتیشن های هاکین فیس و اون ال ببینین این 8 بی داره ترن میشه یه کمی طول میکشه ولی همینجور که میبینین فقط عدد تولید میکنه اون همون عددا همون وزنایی هست که توی قسمت اول و دوم این مجموعه گفتم چون میخواستم تموم کنم میخواستم حتما به اینجا برسم که ببینید یه همچین چیزی رو که این چجوری اون عددا رو حساب میکنه و وارد میکنه حالا خیلی هم میگن که این هوش درستی نداره درست هست نمیتونه واقعا احساس و یا مثلا هوش از خودش داشته باشه ولی این خیلی متد ریاضی جالبی هست که میتونه انسان رو سیمولیت کنه در واقع اینو من همینجا پاز بزنم که این تموم شه که بریم بقیه این رو اجرا کنیم خب این مرحله هم چهار دقیقه تقریبا طول کشید که این دیتا ما رو ترین کرد و اضافه میکنه به همون لنگویج مدلمون از اینجا به بعد دیگه دیتا ستمون یک جور دیگه است واسه من اگه اینجا حتی این, این چیزی که قبلا بود رو برای تست اجرا میکنم این مدل پری تریند رو سیو میکنه تو این قسمت این مهمه اون چیزی که شما اون دیتا ستی که درست کردین رو کپی کنید و اینجا بزنید از این دیتا ست استفاده میکنه با اون توکنی که قبلا سیف کردیم این مدل پری ترین شده شما رو کلا میسازه لود میکنه توی هاگین فیزتون بعدا میتونید برین استفاده کنید اینو که اجرا میکنم همه دیتا رو همه اون پری ترینی که کرده با همین دیتا که ما وارد کردیم آپلود میکنه توی هاگین فیز حالا این اینم این توضیح میدم و رانش میزنم اینجا هم یه سری باز کانفیگوریشن دارم فکر کنم اینو گفتم این تمپرچر و اینا هست اینا کانفیگوریشن های من هست که میخوام مدل رو اجرا کنم براش این عددا رو هر چقدر تغییر بدیم مثلا اینکه جواب من میخوام 200 تا کاراکتر مثلا فقط برگردونی من فقط میخوام یه دور سیکونس داشته باشی اینو اگه مثلا زیاد کنین شو این میتونه چیزای خفنتری مثلا واقعا درست کنه اینجا هم نوشتم که حالا دوباره همون پرامپت رو وارد کن چه سالی گاردین زافت گالکسی 3 وارد شده و این رو اجرا میکنیم این این تیکه باید جواب رو به ما بده که ای دیدیم قبلا 2019 بود اینجا بعد بر اساس این دیتایی که آپلود کردیم یک جواب دیگه به ما بده این رو پاز بزنم ولی تا وقتی اینا همه با هم اجرا شد احتمالا اینجا میتونیم جواب رو ببینیم بلافاصله. خیلی سریعتر از اون که فکر کردم یک این تیکه اجرا شد دو دقیقه طول کشید و این کارش تموم شد و همینجور که میبینیم برای ما همین همچی چیزی نوشته که ما پرامت رو اینجوری وارد کردیم نوشتم که در چه سالی گاردینز آف دی گالاکسی 3 ریلیز شده و ببینین هم همونجوری اون پرامتی که ما سید کردیم رو به همون نوشته نوشته که در این سال یعنی تاریخ دقیق هم اندفه نوشته اینقدر درآمد داشته دیگه الان میدونه که 2023 این فیلم درست شده و شرکتش هم که والدیسنی پیکچرز بوده این به همون شکلی که ما بهش گفته بودیم پرامپت رو ما رو جواب بده جواب داد فقط جالبیش اینه که چون صرف ما هفت رو گذاشتیم واسه خودش یه سری هیلوسینیشن میگن یه سری فکر و خیالم میکنه این هم آدم هایی هست که تو اون فیلم به نظرش بازی کردن ما نه اینو داده بودیم جالبه که کریس پرت درست جواب داده بله ولی نه هم همه نمیدونم این چقدر درسته من راستش هم این فیلم ولی به نظر میاد که این بقیه این دیتا رو با اون لارج لنگویج مدل نوشته این تیکه از اون اطلاعات رو با اون دیتایی که ما داشتیم درست کرده حالا هم اینا رو اینجا این زبدرها رو میتونیم بزنیم ران تایم رو ریستارت کنیم از این از اینجا که بریم دیتا مدل حالا کتاب دای جان اون رو وارد کنیم تو همین که ببینیم اون رو چجوری جواب میده خب چون میخوام این ویدیو راحت در ایران باز بشه همینجا بخش اول رو تموم میکنم ادامهش رو در بخش دوم میذارم توی بخش اول از فلکن لارج لنگویج مادل استفاده کردیم دیتای مووی خودمون رو اضافه کردیم شد مووی LLM در بخش دوم این کتاب ایرج پزشکزاد رو سعی میکنیم فاین تیون کنیم میدونم که فلکن کار خوبی نمیتونه انجام بده چون اصلا بیسش فارسی نیست و شاید این مثال سوم شاید به فاین تیون کردن خیلی نزدیک تر باشه که بتونیم از لارج لنگویج مدل استفاده کنیم که برامون پرامت های لیوناردو ای آی درست کنه این رو هم بگم تو این گوگل کلاب که شاید دفعه اولی که شما میبینید خیلی به نظر پیچیده بیاد این محیط ولی خب چند بار که این چند تا مثال که با هم ببینیم بسیار ساده میشه شما این لینک هایی که من میذارم رو باز کنید از قسمت راست صفحه یک کانکت رو بزنید و یک کامپیوتر بگیرید و قسمت به قسمت این کلید ران رو بزنید و ادامه بدین یه چند تا مثال که با هم بزنیم تقریبا همش مثل هم هست خیلی مفهوم خیلی پیچیده ای نیست واقعا بریم حالا بخش دوم رو با هم دیگه ببینیم